بخش پنجم کتاب جعبه سیاه، مکالمه های بین من و بازجویم، اثری از بهروز چمنارا، با صدای سروا. پرستوهای دربند. وسط تحسن اولمان در تاریخ 28 آبان، دختری جوان با ماسکی روی صورت، لنز رنگی و قیافه ای ناشناس به من نزدیک شد و گفت: آقای دکتر، من از مهاباد آمدم. پول و دارو هرچه بخواهید با خود آوردم. هرچه لازم دارید بگویید. غافلگیر شدم. نمیدانستم چه بگویم، اما میدانستم هرچه هست گفتنش در میان جمع خطرناک است. از قیافش معلوم بود که کار کشته است. خوب خودش را استتار کرده بود. خوشحال شدم، اما همزمان مشکوک هم شدم. شماره تلگرام دادم و از او خواستم بعداً پیام بدهد. سری تکان داد و در میان جمعیت گم شد. احساس می کردم دری از آسمان باز شده و کمک های مردمی برای زخمی شده ها به دستمان می رسد. عصر همان روز در تلگرامم پیامی از کاربری به نام لیدی دریافت کردم. اما چون احساس خطر کرده بودم جواب دادم: داخل گیومه خانم محترم، لطفاً به من پیام ندهید. روز دوم تحسن دوباره ظاهر شد و پا به پای من می آمد. در گرد همایی استادان در مقابل سازمان مرکزی درست روبروی من ایستاده بود. نگاه من که به هم گره می خورد اشاره می کرد. انگار پیام خاصی داشت و اصرار خاصی در رفتارش بود. با یکی از همکاران نزدیکتر رفتیم طوری که بتواند حرفش را به ما بگوید. شماره حساب یکی از زخمی ها را می خواست. می دانستم این مدرک جرم خواهد بود و می دانستم که مرا در میان جمعیت زیر نظر دارد. شماره حسابی از یکی از دانشجویانم گرفتم طوری که او ببیند. در فرصتی که پیش آمد شماره فرضی روی کاغذ کوچکی نوشتم و تحویلش دادم. اشاره بازجو به این خانم بود. حالا بازجو ادعا می کند پول از انگلیس به حساب مورد نظر واریز شده. حسابی در کار نبود. به کاهدان زده بودند. من با خیالی آسوده موضوع را انکار می کنم و می گویم پولی هم ندیدم. بازجوی دوم خیلی عصبانی می شود و می گوید: اگر خانم چند نقطه رو بیارم رو برود بذارم چی؟ مگه هر کی هر ادعایی علیه من بکند سند محسوب می شه؟ خودت می دونی که پول گرفتی و پول واریز کردی. شما که جعبه سیاه رو دارید، حتما سند اون پولها رو هم دارید. خب بیارید سندها رو. بازجوی دوم وعده می دهد فردا خانم مورد نظر را با من روبرو کند. کیایی که سکوت کرده بعد از اتمام بازجویی و نوشتن یکی دو چین صفحه ورق بزرگ می گوید: آقای دکتر، با من راه نمی آیی. اینطور کار پیچیده تر می شه. برمی گردی به سلول، فکر کن. نظر به بن‌بست بخوریم. روز سوم ما با این اتهام ها به اتمام می رسد. پشت در اتاق بازجویی مرا ایستاده نگه می دارند تا سلولبان بیاید و مرا به سلول ببرد. طول می کشد. شلوغ است و صدای پای افراد از پشت سر من می آید. چشم هایم بسته، دست به سینه و سرم را به دیوار چسبانیدم. سلولبان بعد از حدود نیم ساعت می آید. آرنجم را می فشارد و می کشد. به سلول بر می گردانند. همسلولی ها شوکه شدند. خیلی طول کشیده بود. نزدیک به 10 ساعت با چشم بسته روی صندلی بازجویی شدم. بازگشت به سلول بعد از بازجویی احساس خوبی است. کاملا خسته ام ولی احساس سرزندگی می کنم. فضای سلول پر نور است. با 2 نفر دیگر در سلولیم. یک اتاق 6 یا 8 متری است با سقفی بلندتر از 5 متر. یک پنجره کوچک افقی چند سانتی متر بالای سقف که تنها خوبیش برای ما این است که روز و شب من را نشان می دهد. زیر من یک موکت سوخته و نازک کهنه. اگرچه هوا سرد است اما داخل سلول بسیار گرم است. زیاد عرق می کنیم. شام یک سیب زمینی پخته و یک تخم مرغ است. گرسنه ام. می چسبد. رسیدن به صبح دلهره آور است. حدود ساعت 6:30 صبح بیدار شده ایم. نزدیک به ساعت 9 سلولبان با سر و صدا می آید. بلند نام خانوادگیت را صدا می زند. چشم بند می دهد که باید قبل از خروج از سلول روی چشم ببندی. روی در سلول نوشته شده داخل گیومه در تمامی معابر به جز سلول
چشم بند الزامی است. از زیر چشم بند تا حدی می شود جلوی پا را دید. سلولبان از پشت سر آرنجت را می گیرد و راه نمایی می کند. می توان قدش را تخمین زد. مرا به اتاق بازجویی می برد. نیم ساعت منتظرم تا کیایی بیاید. می آید. هنوز نرسیده یکی می آید و صدا می زند. داخل گیومه. حاجی از دفتر تلفن دارید. می رود و می آید. معلوم از سراسیمه است. چنان که مشخص است اوضاع شهر به هم ریخته است. خب آقای دکتر. وقت کافی داشتی؟ فکراتو کردی؟ وقت که بله زیاده. به نظر می رسه سرتون خیلی شلوغ باشه. همکارتون نیومد؟ اون موضوع یه موضوع دیگه است. همکارم خودش پیگیری میکنه. آقای دکتر، داخل پرانتز، آخر کلمه دکتر را طوری میکشد که انگار سال هاست با هم دوستیم. ببینید، من کارشناس پرونده شما هستم. همه مثل من برخورد نمیکنند. اگر همکاری نکنید از من میگیرنش. در حال حرف زدنیم که صدای یک سیلی محکم زیر گوش یکی پشت در به گوشم میرسد. جوانی است که تازه بازداشت شده. کتکش میزنند. قسم میخورد به الله، به محمد که کاری نکرده. من چیزی نمیبینم اما استرس گرفتم. یکی دیگر که صدای آرامتری دارد میپیوندد و جوان را آرام میکند. صدای تیز سیلی در گوشم مانده است. معلوم است امروز روز سختی است. کیایی بیانیه های دوم و سوم ما را آورده است. جلوی دستم می گذارد. چه کسی اینها رو نوشته؟ جمعی نوشتیم. یعنی چی جمعی نوشتید؟ معلومه. اسم شورای صنفی زیرش است. ما به عنوان شورای صنفی استادان با هم نشستیم و نوشتیم. یعنی شما ننوشتید؟ چرا؟ من نوشتم. من هم متن را نوشتم و هم ویرایش کردم. روی کاغذ همین ها رو بنویسید پس. می نویسم. ادامه می دهد. چه کسانی امضا کردند؟ اسم ها که همراه به بیانیه منتشر شدند. نه لازم خودتون بنویسید. من که همه رو به یاد ندارم. مهم نیست. هرچه از اسامی یادتون هست بنویسید. شروع می کنم و از شورای صنفی خودمان که امضا کرده بودند، از بقیه، آنها که یادم بود و محکم تر بودند، تعدادی می نویسم. احساس بدی است. درست از همه اسمها زیر بیانیه هستند، اما نوشتن اسم همکاران در برگه بازجویی نوعی اقرار محسوب می شود. احساس خیانت می کنم. برگه بازجویی را امضا می کنم و اثر انگشت می گذارم. وکیل گفته بود بدون غلط بنویسم. آغاز و پایان خطهایی که می نویسم را با علامت ضرب در ببندم. نکند بازجو چیزی به آن اضافه کند. در تمام برگه ها و رسید ها همین کار را می کنم. هرچند می دانم برای محکوم کردن افراد در این کشور سند و مدرک لازم نیست. معلوم است که بیانیه های ما حسابی اعصابشان را به هم ریخته. به ویژه اینکه در تلویزیون های خارجی و شبکه های مجازی منتشر شده اند. داخل گیومه بیانیه 204 استاد دانشگاه کردستان حسابی تأثیر گذاشته بود. مردم و دانشجویان همه خوشحال بودند و دانشجویان گروهی تشکیل داده و با بررسی تمام گروه های آموزشی دانشگاه اسم تمام استادانی که امضا نکردند را در فضای مجازی معرفی کرده بودند. تلفن های من مرتب زنگ می‌خورد و استادانی که تا حالا در هیچ حرکتی مشارکت نکرده بودند تماس می گرفتند. انتظار داشتند اسمشان را به لیست اضافه کنیم. بیانیه اما منتشر شده بود و کاری از دست ما بر نمی آمد. وضعیت عجیبی بود. استادانی که حالا در وضعیت داوری آشکار عمومی قرار گرفته بودند ترجیح می دادند در لیست استادان مردمی قرار بگیرند. بعضی ها چندین واسطه فرستاده بودند. بسیج و سپاه هم بیکار ننشسته بودند و در واکنش به بیانیه های ما یک بیانیه با 5800 امضا منتشر کردند که بالای 95% اسامی آن جعلی یا دستکاری شده بود. اسم چند استاد از دانشگاه ما هم آمده بود، اما به صورت حرفه‌ای برای هر اسم پیشوند یا پسوندی به اول یا آخر آنها اضافه کرده بودند تا راست و دروغشان معلوم نباشد. همکارانمان را نقد کردیم. مجبور شدند بیانیه بدهند و اعلام براءت کنند. البته بعداً برایشان دردسر شد.
در بیانیه‌ای که ما صادر کردیم ضمن محکوم کردن حمله نیروهای امنیتی مسلح به دانشگاه بر اساس اصل 27 تقاضای راهپیمایی کرده بودیم و از نیروی انتظامی هم به دادگاه شکایت برده بودیم. بعد از آن هم یک شکایت نامه با بیش از 200 امضا جمع کردیم و به وکیلمان سپرده بودیم. بابت شکایت نامه بسیار ناراحتند. بیشتر از آن از دست وکیلمان که یک حقوقدان با تجربه و از استادان دانشگاه کردستان است، به ویژه به خاطر پشتیبانیش از فعالان اجتماعی و فرهنگی کرد بسیار خشمگینند. زیر لب به او هم عنایاتی دارند. فعلا دستشان به او نمیرسد، اما پایش برسد زهرشان را خواهند ریخت. دانشگاه آرام شده است. این را بازجویم با طعنه میگوید. یعنی همه مشکلات زیر سر من بوده و از وقتی که من داخل گیومه مهمانشان هستم. کیایی میگوید برخلاف انتظار اینترنشنال و کومله و دموکرات وضعیت آرام شده. کلاس ها همه برقرار و مرتب. بچه ها هم همه برگشتن به کلاس. استادان هم سر کارشونن. دیگه کسی نیست که تحریکشون کنه. طوری حرف میزند انگار دور از جان استادان و دانشجویان خودشان قوه عقله ندارند که تشخیص بدهند و تصمیماتشان دست خودشان نیست. من که راهی به بیرون ندارم، ولی مطمئنم این تصویری که میدهد مغشوش است. در ظاهر اما قبول میکنم و تحسینشان میکنم. پایان بخش 5.